این هفته میخوایم خیلی سریع سال 2021 رو بشکافیم. چه فناوری‌های شگفت‌انگیزی ممکنه توش باشه؟ از کارشناسا خواهیم پرسید. و نگران نباشید، این هوش مصنوعیه که داره کابوس می‌بینه، نه شما. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. همه‌گیری باعث شد که بسیاری از باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی بسته بشن و ورزش کردن سخت بشه. اما از اون ور بسیاری از پلتفرم‌های فناوری از ورزش کردن توی خونه حسابی سود بردن. زویفت یکی از این شرکت‌هاست که اعضای باشگاه مجازیش الان و در حال حاضر از میلیون‌ها نفر گذر کرده. دوچرخه سواری ورزشیه که همیشه در حوزه فناوری پیشرو بوده و حالا هم میخواد مرزها رو با ورود به دنیای مجازی پشت سر بگذاره. زویفت یک بستر آنلاینه که به دوچرخه سوارهای آماتور و حرفه‌ای اجازه میده تمرین کنن و با هم دیگه مسابقه بدن. محبوبیتش در دوره همه‌گیری کرونا به شدت زیاد شده و حالا بیش از 3 میلیون عضو داره. با گذاشتن یک دوچرخه معمولی روی یک تردمیل هوشمند که امکان ارتباط بلوتوثی هم داره، برونداد فیزیکی و واقعی دوچرخه سوار به یک آواتار متحرک تبدیل میشه. با تغییر شیب و شرایط، میزان مقاومت هم در زویفت به شکل خودکار عوض میشه و برای افزایش احساس واقعیت کلی فناوری دیگه هم وجود داره. تردمیل های پیشرفته تر میتونن رد شدن از روی سنگریزه ها یا مسیرهای خاکی رو هم شبیه سازی کنن و حتی میشه از پنکهای استفاده کرد که سرعت باد رو با سرعت دوچرخه سواری شما تنظیم میکنن. بعد از وصل شدن به این سامانه، تنها کاری که باید بکنید رکاب زدنه. میتونید به یک دوچرخه سواری گروهی بپیوندید، تمرین کنید یا صرفا با داشتن نقشه، آمار و داده در بهترین مسیرهای دنیا گشت بزنید. شکی نیست که این آینده تمرین کردنه. از دوچرخه سوارهای آماتوری که میتونن هفته 4-5 ساعت وقت بذارن بگیرید تا برای حرفه‌ای‌ها. تمرین در فضای سرپوشیده و مزیت‌هایی که برای افزایش کارایی داره به اندازه کافی گویاست. یک شاخص کلیدی است که به نظر میرسه برای زویفت حیاتیه و اون هم واته. بذارید اینطوری به ماجرا نگاه کنیم. تلویزیون شما حدود 250 وات برق مصرف میکنه و برادلی ویگینز، دارنده مدال طلای المپیک، تنها با پاهاش تونست رکورد یک ساعت دوچرخه سواری رو بشکونه و به طور متوسط ساعتی 440 وات تولید کنه. زویفت خودش رو به عنوان یک بستر تمرینی معرفی میکنه و برخلاف خیلی از ورزش ها میتونه بسیاری از ابعاد دوچرخه سواری مثل سرعت و شرایط مسیر رو بازسازی کنه. برای همین دادهایی که جمع میکنید با دادههای دنیای واقعی قابل مقایسه است. با زویفت میشه سخت تمرین کرد و پیشرفت واقعی داشت، اما به نظر میرسه که مسابقه حرف اصلی این پلتفرمه. اینجاست که زویفت یک پله بالاتر میره، هم برای کاربر و هم برای خود شرکت. اینجا ما دیگه صرفاً با بستری برای تمرین سر و کار نداریم و بیشتر شبیه بستری برای ورزش‌های الکترونیک یا ای اسپورته. میتونید یک مسابقه انتخاب کنید، سر وقت حاضر بشید و یک دفعه با یک گروه بزرگ دوچرخه سوار پشت خط شروع قرار بگیرید. و اگه خوب باشید، پول خوبی هم میشه از برد در مسابقات در آورد. از بعضی از زویفت بازا شنیدم که میگفتن پولی که از این یه دونه مسابقه زویفت در آوردم بیشتر از پول همه مسابقه های واقعی بود. بعضی از جوایز نقدی خیلی بزرگ بوده. در مسابقات قهرمانی جهان ورزش الکترونیک اتحادیه جهانی دوچرخه سواری که در ماه دسامبر برگزار شد، جایزه برنده ها 10,000 دلار بود. جالب اینه که دوچرخه سوارهای زن میتونن با پیروزی در زویفت پول بیشتری از دنیای واقعی در بیارن. اما وقتی پای مسابقه در میون باشه، گاهی پای تقلب هم به میون میاد. دوچرخه سواری حرفه‌ای شاهد رسوایی های گوناگونی بوده و حالا زویفت هم باید راهی برای مقابله با افزایش دیجیتالی کارایی و دیگر شیوه های دستکاری برونداد پیدا کنه. اسم این فرد رو میارم چون همه جا تو خبرها بود. کم جفرز. دوست ندارم که با لانس آرمسترانگ مقایسه بشم و فکرم نمی کنم که مقایسه من باهاش کار درستی باشه. کامرون جفرز، دوچرخ سوار و یوتیوبر، در سال 2019 از طریق زویفت در نخستین مسابقات الکترونیک قهرمانی بریتانیا در لندن شرکت کرد
و برنده شد. اما کمی بعد فدراسیون دوچرخه سواری بریتانیا او را به خاطر تخطی از مرامنامه اخلاقی در جریان مسابقات به مدت 6 ماه از شرکت در کلیه رقابت‌ها منع کرد. یه روز از فدراسیون به من زنگ زدن و گفتن که فرد ناشناسی شکایت کرد و گفته دوچرخه من قانونی نبوده. منم گفتم اگه دوست دارید تشریف بیارید و دوچرخه من رو بررسی کنید. زویفت گفت که این اتهام مربوط به استفاده جفرز از یک ربات برای دسترسی به یک دوچرخه خاص در بازی بوده، کاری که باعث شده نسبت به بقیه برتری غیر عادلانه ای داشته باشه. جفرز مدعیه که اون دوچرخه رو برای ساخت یک سری ویدیویی یوتیوبی در اوایل سال لازم داشته، نه برای استفاده در مسابقه. یادم میاد که در دور مقدماتی به یکی دو نفر گفتم که به نظرتون نباید از یه دوچرخه که قانونی به دست آوردم استفاده کنم، و اونا هم گفتن که قانون مکتوبی برای این مسابقه وجود نداره. برای همین هیچ راهی نیست که تو رو به خاطر استفاده از یه دوچرخه که قانونی به دست نیاوردی کنار بذارن. اما مثل هر ورزش دیگه ای بین کسانی که نظارت میکنن و کسانی که دنبال برتری هستند دعواست. به نظرم اینکه پیروزی رو ازش گرفتن کار درستی بود، اما فکر میکنم که او بدون استفاده از اون دوچرخه هم میتونست برنده بشه و واقعیت تلخ داستان همینه. زویفت سعی داره با کمک نهادهای اداره کننده دوچرخه سواری در دنیا مانع از تقلب در مسابقه‌هاش بشه. این بستر اگه نتونه صداقت ورزشی خودش رو حفظ کنه جدی گرفته نخواهد شد. فکر میکنم تقلب از اون چیزهایی که باید همیشه باهاش مقابله کنیم. همیشه با ما خواهد بود. بالاخره یکی راهی برای کلاه گذاشتن سر سیستم پیدا میکنه. اما برای این حرفها کارهایی هست که ما میتونیم بکنیم. از جمله سخت افزار. برای همین در مسابقات جهانی امسال همه از یک تجهیز یکسان استفاده خواهند کرد. در کنار قوانین نظارتی حاکم بر مسابقات واقعی که استفاده از داروهای نیروزا رو ممنوع می کنند، گروهی از تحلیلگران نیز داده های دوچرخه سواران رو بررسی می کنند تا تفاوت عمده‌ای با آمارهای قبلیشون نداشته باشند. مردم دنبال تمرین کردن نبودن. دلشون بیشتر برای روابط اجتماعی تنگ شده بود. به نظرم زویفت میتونه به مراتب بزرگتر از مسابقه دوچرخه سواری باشه و شکل یه جامعه به خودش بگیره. زویفت چه یک اسباب بازی برای ورزش باشه، چه بستگی برای ورزش‌های الکترونیک تونسته کاری بکنه که به مذاق دوچرخه سوارا خوش میاد. و کلید این ماجرا هم اجتماع پویایی که از یوتیوبرها، مربیان اینترنتی، گروه‌های اجتماعی و پخش کنندگان تصاویر زنده داره شکل میگیره. این هفته فیسبوک و استرالیا دوباره با هم دوست شدن. فیسبوک گفته دسترسی کاربرا به محتویات خبری رو دوباره برقرار میکنه و استرالیا هم قراره در قانونی که شبکه‌های اجتماعی رو وادار به پرداخت هزینه به ناشران اخبار میکنه اصلاحاتی انجام بده. شرکت سایدواک لابز از شرکت‌های اقماری گوگل پروژه شهر هوشمندش رو در پورتلند آمریکا کنار گذاشت. قرار بود در قالب این پروژه الگوهای حرکتی در این شهر ردیابی شن. این اقدام در پی لغو پروژه شهر دیجیتال در تورنتو کانادا صورت میگیره که به خاطر ابعادش بحث برانگیز شده بود. و بوستون داینامیکس برنامه یه مجموعه دار هنری برای دادن امکان کنترل آنلاین نسخه ای از سگ روبوتیکش سپات به مردم رو محکوم کرد. در این برنامه سپات به تفنگ پینت بال مجهز شده. یکی از معدود نمایشگاه‌های حضوری از زمان شروع همه‌گیری در چین برگزار شد. بیش از 20 هزار نفر و 200 شرکت در کنگره جهانی موبایل شانگهای شرکت کردند. در این نمایشگاه از جمله گوشی تاشوی هواوی میت اکس 2 رونمایی شد. ناسا حجم زیادی اطلاعات که از ربات کاوشگر پرسویرنس دریافت کرده منتشر کرد. اداره کل ملی هوانوردی و فضا بیش از 4700 عکس، ویدیو و صدا از سیاره سرخ در دسترس قرار داده. و در آخر، اگر در ایام همگیری تنها امیدتون داشتن یه گربه ملوس سخنگو بوده، پاناسونیک آرزوتون رو برآورده کرده. نیکوبو یه ربات همدم تعاملیه که میتونه چشمک بزنه، دم تکون بده و از ناز شدن لذت ببره.
سال 2021 برای ما چه در چنته داره؟ هرچه که هست امیدوارم از سال 2020 بهتر باشه. چند وقت پیش به مناسبت شروع سال نو میلادی ما از چندین کارشناس فناوری خواستیم تا پیشبینی هاشون رو درباره آنچه که در پیش روست با ما در میون بگذارند. بوستون داینامیک سال 2021 رو عالی آغاز کرد با رباتی که حرکاتش به درد فیلم سینمایی رقص کثیف میخوره، اما غیر دادن تنها کاری نیست که ربات ها امسال قراره انجام بدن. به نظرم در سال 2021 شاهد حضور همزمان ربات ها و انسان ها در فضاهای مختلف خواهیم بود. بیشتر ربات های کمک کننده ای که امروز در حال فعالیتن در محیط های کنترل شده کارخونه ها یا انبارها حرکت می کنن و کسی هم سر راهشون سبز نمیشه. اما استفاده از ربات در فضاهای عمومی مثل فروشگاه و بیمارستان ها هم داره زیاد میشه. شاید افرادی که اونجا هستن اصلا خبر نداشته باشن که ربات ها هم از این راه رو استفاده میکنن. شرکت هایی مثل استارشیپ تکنولوژیز قبلا هم آزمایش های خیابونی برگزار کردند، اما تحولات در سال 2021 شتاب زیادتری میگیره. قبلا در بازار برای شیوه های جدید تحویل اجناس و پیک نیاز چندانی حس نمی شد، اما حالا به خاطر کووید 19 و همچنین اثرات برگزیت در صنعت کشاورزی می بینیم که بازار دنبال راه حله. اما نمونه های توت چینی مثل این اولین چیزی نخواهند بود که به طور انبوه ساخته میشن. رفتن از مزرعه به سالن بسته بندی و برگشتن و برداشتن سینی های جدید، گذاشتن ظرف ها روی سینی، اینا کارهاییه که یه ربات میتونه انجام بده. خب قبلش چه اتفاقی باید بیفته؟ باید گروه های آزمایشی بسیار بزرگی ایجاد کنید و به مرور مطمئن بشین که احتمال اینکه حادثه بدی رخ بده ناچیزه. هیته دیگری که با تهدید روزافزون روبروه امنیت سایبریه. برای گوشی های هوشمند، نویسندگان اپلیکیشن ها میتونن ابزارهایی بسازن تا با استفاده از قابلیت سیستم عامل اپلیکیشن ها رو امن‌تر کنه. اما این روش همه جا کار نمیکنه. ما به سامانه های دیگه هم وابسته ایم، صنایع خودروسازی، تجهیزات پزشکی یا در مؤلفه های شهر هوشمند. سازندگان این سامانه ها معمولا همه قطعات رو خودشون می سازن، ولی ما نمیتونیم تو همه چیز خبره باشیم. لذا امسال باید سالی باشه که اونا میفهمن انجام همه چیز به تنهایی کار سختیه. تغییر لازمه، اما چه تغییری؟ What makes more sense is leveraging security functionality from platforms. کار منطقی تر اینه که توانایی‌های امنیتی رو از بسترها وام بگیریم. اینطوری دیگه لازم نیست که هر گروه برنامه‌نویسی از ابتدا چرخ رو اختراع بکنه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که حالا چه اهمیتی داره که کسی بلنگوی هوشمندم رو هک کنه؟ اما مسئله هک بلنگوی هوشمند مثلا فقط به کم و زیاد کردن صداش محدود نمیشه. حتی اگه یه دستگاهی باشه که به نظرتون بی اهمیت میاد یا کار مهمی نمی‌کنه، باز هم میتونه به سکوی مناسبی برای حمله به لپتاپ یا تبلتتون تبدیل بشه. با این حال درسته که بعضی از داده‌ها بهتر خصوصی بمونن، اما در بعضی موارد بهتر همرسانی بشن، حتی با کل دنیا. 2021 اولین سالی خواهد بود که گروهی واقعا جهانی برای همکاری در زمینه هوش مصنوعی شکل میگیره. البته برنامه‌هایی برای جهانی کردن داده وجود داره، اما به موضوعاتی تخصصی محدود میشه، مثل پژوهش درباره سرطان یا تحلیل کلاهبرداری مالی. دنیایی که واقعا میخواد همه این داده‌ها رو در قالب یک مجموعه اطلاعات با هم تلفیق بکنه. البته تأثیر این کار تنها به یک دستاورد صرف در حوزه فناوری محدود نمیشه. اگه دنبال راهی برای بهتر کردن نظام درمانی باشید، از کجا شروع به سرمایه گذاری میکنین؟ آیا این سرمایه گذاری باعث بهتر شدن نظام درمانی میشه؟ مدرسه ها چی؟ وضعیت ترافیک چطور؟ یا مسکن؟ همبستگی در همه این موارد وجود داره و هوش مصنوعی به ما کمک میکنه تا بهتر متوجه بشیم. نرم افزارای تشخیص عکس اینجوری کار میکنن که اگه مثلا بهشون تصویر کلی سگ رو نشون بدیم تربیت میشن، و بعد از اون اگر تصویر جدیدی از یک سگ رو نشون بدیم تشخیص میدن و میگن این سگه. اما حالا معلوم شده که هوش مصنوعی در این زمینه اگه بهش فشار زیادی بیاد ممکنه بیش از حد تخیلش رو پرواز بده.
در واقع اگه ازشون بخواین که خیلی تلاش کنن، اون وقت به هر جا که نگاه میکنن سگ میبینن. همکارم سعدی هایری در همین زمینه با خالق گوگل دیپ دریم گفتگو کرده. اگرچه گوگل دیپ دریم از اولین الگوریتم هایی بود که امکان خلق یه هنر جدید رو فراهم کرد، کسی که این ابتکار رو کرد، الکس مورتوینسوف، در واقع در دفتر گوگل در زوریخ به عنوان یه مهندس کار میکرد و علاقه چندانی هم به هنر نداشت. گوگل به کارمنداش اجازه میده یه روز در هفته روی یه چیزی که دوست دارن کار کنن و الکس این موضوع رو انتخاب کرده بود که ما میدونیم شبکه‌های عصبی مصنوعی وجود دارن و کار میکنن، ولی ما نمیدونیم چطور کار میکنن. و این اتفاق برای خیلی افتاده که وقتی ما دنبال حل یه مسئله مهمی هستیم، حتی وقتی که خوابیم یا حواسمون نیست هم در فکر حلش هستیم، و این اتفاق برای الکس افتاد. آره، راستش نصف شب اتفاق افتاد و داشتم کابوس عجیبی می دیدم که یکی وارد آپارتمان شده. از خواب پریدم. ساعت 2 بعد از نصف شب بود و یه ایده‌ای به سرم اومد که می خواستم روش کار کنم. به خودم گفتم چرا یه نیم ساعتی صرف کدنویسی نکنم. یه عکس گربه و سگ بود که داشتم ازش برای نقطه شروع بهینه‌سازی استفاده می‌کردم. چیزی که به دست آوردم چنان عجیب بود که در تالار گفتگوی داخلی مطرحش کردم. اگه اشتباه نکنم متنی که نوشتم دقیقاً این بود که خب الان ساعت 2 صبح و چطور میتونم بعد از دیدن این دوباره بخوابم؟ اما در امپراتوری گوگل خورشید هرگز غروب نمی‌کنه و وقتی الکس خواب بود در مانتن ویو کالیفرنیا بعد از ظهر بود و این عکس داشت توی اداره مرکز گوگل دست به دست می‌شد. مهندس ناشناخته دفتر زوریخ حالا معروف شده بود. من کدی که نوشته بودم رو در سیستم داخلیمون گذاشتم و طی هفته بعد صدها نفر داشتن باهاش ور می‌رفتن و بعضی از تصاویر هم به خارج درز کرد و واکنشی که دیدم مردم بیرون نشون میدن کاملا تعجب آور بود. خیلیا بودن که میگفتن شبیه تأثیرات مواد توهمزاست. بله، ما چیزهای عجیب میبینیم. وقتی LSD مصرف کرده باشیم چیزهای عجیب میبینیم و بعضی از تصاویر دیپ دریم شبیه تأثیرات مواد توهمزاست و این میتونه نشانه رابطه بینایی ماشین و قشر بینایی مغز باشه. دستگاه های فعلی نسبتاً ابتدایی و محدودن و فقط میتونن دیپ دریم رو اجرا کنن. ما هم مثل ماشینیم و همیشه داریم الگوریتم اجرا میکنیم و الگوریتم های ما هم بعضن سر به کوه و بیابون میذارن، مثل پاریدولیا که باعث میشه چیزهایی رو ببینیم که وجود ندارن. مثلا روی ماه یه صورت میبینیم. اگه به یه توده ابر نگاه کنید توش چیزهای مختلفی میتونید ببینید، اما تو اون ابرها هیچ پرنده‌ای نیست. بعدش همسرم اومد و گفت بیا بعضی از این کارها رو چاپ کنیم. یکیشون اینجاست. دو سه نفر هم بودن که حاضر بودن کارهای چاپیم رو بخرن. اون موقع بود که با خودم گفتم از این به بعد میتونم خودم رو هنرمند هم خطاب کنم. ما میدونیم شبکه‌های عصبی مصنوعی کار میکنند، اما دقیقاً نمیدونیم چطوری. و این یکی از مشکلات اصلی هوش مصنوعیه، چون نهایتاً خودروهای خودران رو همین شبکه‌های عصبی مصنوعی هدایت می‌کنن و همیشه در اینترنت چیزها نقش ایفا کردن. اگه کنترل سامانه‌های حیاتی رو به هوش مصنوعی محول کنیم و مشکلی پیش بیاد، مهمه که بدونیم در لایه‌های مختلف مغزش بین ورودی‌ها و خروجی‌ها و بین محرک‌ها و کنش‌های مربوطه چی می‌گذره. ما امیدواریم که این کار کارکرد داخلی شبکه‌های عصبی رو برامون روشن کنه. احتمالاً وقتی سامانه‌های کنترلی طراحی می‌کنیم، باید مطمئن بشیم که همیشه کار می‌کنه. حتی وقتی نمیشه به ورودی‌ها اعتماد کرد و خروجی‌ها هم بد عمل می‌کنن. به نظرم هنوز به مرحله شناخت کامل نرسیدیم. شاید در آینده ایده روانپزشکی رایانه پا بگیره. کاری که الکس می‌خواست انجام بده این بود که لایه‌های مخفی دید مصنوعی رو آشکار کنه، ولی این بعداً به یه روش هنری تبدیل شد. برای فهمیدن بهتر این موضوع با نگار رستمزاده، محقق هوش مصنوعی گوگل در کانادا صحبت کردم. اینو در
در واقع کاری که میخواستن بکنن این بودش که بفهمن چه اتفاقی داره میفته که این شبکه عصبی داره یاد میگیره، چه اتفاقی میفته که باعث میشه که این یاد بگیره. میان کاری که میکنن همین شبکه عصبی رو که در نظر بگیرید این لایه‌های مختلفو داره و ما میدونیم که لایه‌های بالاتر اطلاعات های لول تری دارن، یعنی اطلاعاتی که نزدیکتر به فهم ما ها از به عنوان انسان. حالا اینا میان کاری که میکنن این شبکه رو برعکسش میکنن، یعنی میان حالا میگن که خب شما در نظر بگیر که این ماشینه چی دیده که اومده گفته آخرش سگه. یه مثال خیلی جالبی تو این کار هستش، عکس یه دمبله. معمولا تو عکسایی که به ماشین میدیم و تگ میکنیم که این عکس دمبله، در واقع یه شخصی هم هستش که دستش رو گرفته به این دمبل. تصور ماشین این بودش که این دست چسبیده به این دمبله با هم هستن که دمبله. خب نمیتونه تشخیص بده اینو. حالا توی همین کاری که ایشون کردن تعداد نمونه های سگی که اون الگوریتم دیده بودش خیلی بیشتر از تعداد گربه ها بود. به خاطر همین وقتی که خیلی بایاس شده بود یا خیلی تمایل داشتش که ویژگی های سگ رو بارز کنه به نسبت گربه رو، این کار و خیلی کارهای دیگه که با استفاده از جنراتیو مدل ها یا مدل هایی که در واقع دارن یاد میگیرن که دیتا این داده ها کجا زندگی میکنن، چجوری هست توزیعشون، وجود همشون میگن جنراتیو مدل ها، دیدن که خب خیلی جالبه که ما حالا بیایم از این استفاده کنیم به عنوان که یه کار هنری بکنیم، بتونیم یه مسئله هنری رو یاد بگیریم. این ممکنه یه هنر مثل هنرهای قبلی نباشه ولی قطعا یه هنر جدیدی محسوب میشه. اون هنرمند هوش مصنوعی کاری که میشینه و این پارامترا رو یه جوری تنظیم میکنه که این جوابی که میخواد ازش بگیره، این هم همونقدر داره از خلاقیتش استفاده میکنه. حالا ممکنه این خلاقیتی که داره استفاده میکنه متفاوت باشه با اون خلاقیت کسی که داره اون پورتریت رو میکشه، که من نمیدونم که واقعا چقدر ما میتونیم ارزش بدیم به کار هر کدوم از اینا، ولی جفتشون باید در نظر گرفته بشه به عنوان یه کار خلاقانه. امروز اغلب ما در شبکه‌های اجتماعی حضور داریم و خب دوست داریم محتوامون سر و شکل بهتری داشته باشه. برای همین گزارشگر ما لارا لوینتون نگاهی انداخته به چند تا ابزارک که کمک می‌کنن ظاهرمون رو بهتر کنیم. احتمالاً عکس‌ها و ویدیوهایی که از خودتون روی شبکه‌های اجتماعی می‌ذارین چیزایی که بعد از چند بار امتحان و مرتب کردن ظاهر موهاتو گرفتین، مگه اینکه یه اینفلوئنسر یا چهره تاثیرگذار حرفه‌ای باشین. اما من بعدم نمیاد که تو رقابت اینستاگرامی حرفه‌ای تر باشم، برای همین میخوام چند تا چیز ساده رو که میتونن تأثیر بالایی داشته باشن آزمایش کنم. این یه مجموعه است برای بچه‌ها تا بتونن از ستاره‌های یوتیوبی محبوبشون تقلید کنن. اما این یه راه ارزون و جذابه که نیازهای ابتدایی رو برآورده میکنه و این گیره تلفن درست وسط نور حلقه‌ای وصل میشه. اگه از بینش فیلم بگیرین قاعدتاً باید نور خوش ظاهری بهتون بده و میتونین رنگ نور رو مثل روز سفید کنین یا از فام‌های گرم‌تر استفاده کنین. شکی نیست که کیفیتش در حد تجهیزات حرفه‌ای نیست، اما اگه قیمتش رو در نظر بگیریم دیگه خیلی نمیشه ازش انتظار خاصی داشت. مدتی که از این نور در تجهیزات خانگیم برای کلیک استفاده میکنم و خوب بوده. فقط ای کاش که پایش یه مقدار بلندتر بود. ارتفاع فعلی برای یه بچه 2 ساله خوبه، اما به نظرم آرزوی ستاره یوتیوبی شدن بعیده که تا قبل از 5 سال به سر کسی بزنه. یه پرده سبز هم داره که باید از یه جای آویزونش کنیم. اپلیکیشن شبیه کروماوید بهتون امکان میده که با ویرایش ویدیوهاتون این خیال رو ایجاد کنین که انگار یه جای دیگه این، مثل ساحل یا حتی در حال گزارش وضع آب و هوا. اما اگه دوست دارین که واقعی به نظر برسه باید مطمئن بشین نوری که روی پرده سبز تابونده میشه یک دسته. اپلیکیشن گرین سکرینر نقاط پرنور یا چروک ها رو برجسته میکنه تا قبل از فیلم برداری درستشون کنین. نورپردازی میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و این چراغا که رنگ متغیری دارن میتونن به شکل مستمر رنگ‌های رنگین کمون رو بازتولید کنن. البته میتونین خودتونم یه رنگو انتخاب کنین. اینا میتونن یه مقدار خلاقیت به کاراتون اضافه کنن. دنیا دیگه مثل اون وقت که سلفی استیک به بازار اومد نیست. اینا امروزه کاربردهای دیگه‌ای هم دارن. یا به عنوان سپایه کار میکنن و یا در این مورد به خصوص یه گیمبال برای ثابت کردن تصاویرتون. این جیون سمودیکسه. فقط کافیه به تلفنتون وصلش کنین تا تصاویرتون قشنگ و ثابت بشه. فرقی هم نمی کنه که دارین سلفی می گیرین یا از یه رویداد سری فیلم برداری می کنین.
اگه میخواین نتیجه یه خورده جالب‌تر بشه و اطرافتون رو به طور کامل نشون بدین، میتونین یه دوربین 360 درجه رو امتحان کنین. این دوربین ساخت اینستا 360 یه میله سلفی نامرئی داره که توی تصاویرتون ناپدید میشه و میتونین فیلمی شبیه فیلم‌های پهپادی درست کنین بدون داشتن پهپاد. و اینم یه راهنمایی برای بیشتر کردن جذابیت و مناسب سازی ویدیوها. اپلیکیشن رایگان اپل کلیپس میتونه فیلم رو هنگام ضبط به شکل خودکار زیرنویس کنه. اپلیکیشن های مشابهی هم برای اندروید وجود داره، مثل اوتوکپ، هرچند که بعضی وقتا باید کلمه ها رو خیلی رسا بیان کنین تا بفهمه. حالا دیگه همه مواد لازم رو دارین و میتونین حسابی به خلاقیتتون پروبال بدین. خب به پایان یکی از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click برنامه قبلی همینطور اخبار فناوری رو اونجا پیدا خواهید کرد. همینطور میتونید از یوتیوب بی بی سی فارسی برای تماشای برنامه‌مون استفاده کنید. با ما در تماس باشید با توییتر و با نشونی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.